كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزيز على قمندان آموزش تجويد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزی ما در مورد تسمیه می باشد. محل تسمیه بیان می شود و حکم تسمیه بیان می شود و همچنان این که چرا در آغاز سوره توبه تسمیه خوانده نمی شود، این را هم انشاءالله بحث می کنیم. اول خود تسمیه را بشناسیم. لفظ بسم الله الرحمن الرحیم را تسمیه می گوید و محل تسمیه آغاز سوره می باشد، یعنی یک شخص می خواهد که یک سوره را تلاوت کند، در آغاز سوره باید تسمیه خوانده شود. و همچنان حکم تسمیه، غیر از سوره توبه دیگر در آغاز همه سوره ها تسمیه خواندن سنت می باشد. و همچنان در وسط سوره تسمیه خواندن اختیاری است، یعنی یک شخص می خواهد که تلاوت خود را از وسط سوره آغاز کند، در اینجا اختیار دارد که تسمیه را می خواند یا نمی خواند، اما خواندنش مستحب و بهتر است. حالا در این بحث می کنیم که چرا در آغاز سوره توبه تسمیه خوانده نمی شود. در این مورد در بین قرا اختلاف وجود دارد. جمهور قرا می فرماید که در آغاز سوره توبه تسمیه خوانده نشود و جمهور قرا سی دلایل دارد. دلیل اولشان این است که در آغاز سوره توبه تسمیه نوشته نشده و این که در آغاز سوره توبه تسمیه نوشته نشده به این دلالت می کند که اصلا نازل نشده و وقتی که در آغاز سوره توبه تسمیه نازل نشده باشد، خواندن آن هم ضرور نیست. دلیل دومشان این است که شاید این سوره توبه یک جز و یک حصه از سوره انفال باشد، یعنی این سوره توبه یک سوره مستقل نباشد بلکه یک جز و یک حصه از سوره انفال باشد. از این خاطر در آغاز سوره توبه تسمیه نوشته نشده و خوانده نمی شود. و دلیل سومشان این است که از حضرت علی و حضرت عباس رضی الله عنهما سوال شد که چرا در آغاز سوره توبه تسمیه نوشته نشده و یا خوانده نمی شود. آنها جواب دادند که در تسمیه امن و رحمت خداوند است و در سوره توبه قهر و غضب خداوند بالای مشرکین است، لذا امن و رحمت خداوند و قهر و غضب خداوند یکجا کردن مناسب نیست. از این خاطر در آغاز سوره توبه تسمیه خوانده نمی شود. این بود دلایل جمهور قرا. اما بعضی قرا می فرماید که باید در آغاز سوره توبه تسمیه خوانده شود. دلیلشان این است که حدیث شریف است، هر کاری نیک که بدون تسمیه آغاز شود او بی برکت می باشد. لذا بعضی قرا می فرماید که از خاطر برکت باید در آغاز سوره توبه تسمیه خوانده شود. اما این قول ضعیف است و جمهور قرا این قول را رد می کند. جمهور قرا می فرماید اگر در آغاز سوره توبه تسمیه خواندن به خاطر برکت جواز می داشت، پس صحابه کرام حتما از خاطر برکت در آغاز سوره توبه تسمیه می خواندن. این که صحابه کرام از خاطر برکت هم نخواندن، پس ضرور نیست که ما در آغاز سوره توبه تسمیه بخوانیم. و قول راجح و بهتر قول جمهور قرا است که باید در آغاز سوره توبه تسمیه خوانده نشود. و همچنان جمهور قرا می فرماید
قسمی که در وسط دیگر سوره‌ها تسمیه خواندن اختیاری هست، همین قسم در وسط سوره توبه هم تسمیه خواندن اختیاری است. یعنی در وسط سوره توبه تسمیه خواندن مشکل ندارد، اما در آغاز سوره توبه تسمیه خوانده نشود. حالا مثلا دیگر که یک شخص سوره انفال را تمام کند و می خواهد که سوره توبه را آغاز کند، در اینجا خو تسمیه خوانده نمی شود، پس چی باید کرد؟ در اینجا سی وجه وجود دارد: اول وقف، دوم وصل، سوم سکته. در این سی وجه یک شخص اختیار دارد که هر وجه را اختیار می کند. می تواند که وقف کند مثلا ان الله بكل شيء عليم براءة من الله، و هم می تواند که وصل کند مثلا ان الله بكل شيء عليم براءة من الله، و هم می تواند که سکته کند مثلا ان الله بكل شيء عليم براءة من الله. یعنی در اینجا سه وجه وجود دارد: وقف، وصل، سکته. اختیار دارد که هر وجه را اختیار می کند، کدام مشکلی نیست. این بود درس امروزی ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.